سلامتی بر شما عزیزانم. میدونم که بعد از این پرستش عالی که واقعا مثل یک ندای یحیای تعمید دهنده ای بود که در بیابانهای دلهای ما شروع به وزیدن کرد تا راه خداوند رو به وسیله کلام خداوند مهیا کنه و مطمئنن قلب ها و جان هاتون شخ خورده، آماده است، نرم شده تا خداوند با شما سخن بگه. آمین. امروز هم خدا رو شکر، واقعا شکر و سپاس بر خداوندی که یک بار دیگه اجازه داریم این مقدس ترین آیین کلیسایی رو که عشای ربانی با هم برگزار کنیم، با هم داشته باشیم. پس چقدر عالی خواهد شد که هر بار با احترام و فروتنی خاصی در این فضا باشیم. آمین. و همینطور امروز عزیزان سعی کنیم دنبال اون لذت‌های حسی نباشیم، چون به جرأت میتونم بگم مواهبی که در این سفره برکت، سفره شفا وجود داره، اون برکات نادیدنیش بسیار مهمتر از اون حسای قابل چشیدن و دیدنه. برای همین خدای پدر زمانهایی در اون حکمت آسمانی خودشون لذت‌های دلپذیر حسی رو از ما دریغ می‌کنه که ما با چشمای ایمانمون دریافت کنیم. آمین. با چشمای ایمانمون دریافت کنیم حتی اگه حس نکنیم. آمین که روح القدس امروز امداد کنه. سالها پیش، نمیدونم چه سالی بود، که فیلمی توی ایران ساخته شد توسط یک کارگردان مشهور و معروف که هممون احتمالاً میشناسیم، آقای مخمل باف، محسن مخمل باف، میشناسید؟ یه فیلم خیلی عجیبی ساخته شد و ایشون در این فیلم که اسمش سلام سینما بود اعلان کرد که من به طور خاص در این فیلم میخوام از هنرپیشه ها، بازیگرای آماتور استفاده کنم. برای همین اعلان کرد و کرورها هنرپیشه مشتاق هنرپیشگی به اون صحنه، به اون سالن روانه شدن. و بعد از اینکه آقای مخمل باف عده رو تست کرد و عده زیادی رو قربال کرد، فقط یه چند نفری موند اونجا برای اینکه تست بشن. و آقای کارگردان رفت پشت یک میز نشست و خیلی جدی و خیلی با خشونت به این چند نفری که مونده بودن گفت بخندید، سریع بخندید. و اونو شروع کردن به خندیدن. در همون آن گفت گریه کنید و شروع کردن به گریه کردن. و بعد بلافاصله گفتش که تا صدای تیر شنیدید سریع خودتون رو زمین بندازید. و اونا هم این کار کردن، ولی اصلا متوجه نبودن و خبر نداشتن این تست های به ظاهر مسخره قسمتی از فیلم سلام سینماست، قسمتی از فیلم اصلیه. اطلاع نداشتن، فکر کردم فقط یه آزمونه. و یکی از این افراد که حسابی از کوره در رفته بود و خسته شد اومد جلوی آقای مخمل باف گفت اگه راست میگی به یکی از این هنرپیشه‌های حرفه‌ای بگو که این کارا رو بکنه. و ایشون هم خیلی با اعتماد به نفس، آقای محرم زینالزاده که الان در قید حیات نیستن، صدا کرد و گفت بخند. و ایشون شروع کرد به خندیدن. همطور که داشت میخندید گفت گریه کن. و ایشون مثل ابر بهار شروع کرد به گریه کردن. گفت مگر تو اون روزی که برای همین آزمون هنرپیشگی نیامده بودی پات نشکسته بود و به تو گفتم بپر و تو سریع پریدی؟ گفت دقیقا همینطوره. گفت مگه در فیلم بایسیکل ران به تو نگفتم در عرض یک ماه باید
20 کیلو لاغر کنی. گفت دقیقا همینطوره. و گفت همین فیلم بود که به تو گفتم. ماها باید سکوت کنی. انقدر سکوت کنی که سکوت در چهره تو نقش ببنده. و آقای زینالزاده گفت دقیقا همینطوره. از اون روز سالا اصلا کلن آدم ساکتی شدم. و این صحنه به عزیزانی که عشق بازیگری دارن و داشتن در اون روز برای تئاتر و سینما نشون داد که بازیگری چه در تئاتر چه در سینما چه بهای سنگینی داره. عزیزان سوال اینجاست، اگر هنرپیشگی یه همچی بهایی داره، شاگرد مسیح چه بهایی باید بپردازه؟ خدا رو هزاران بار شکر که یوغ خداوند ما سبکه و بارش بسیار نحیف. خدا رو شکر که در اول یوحنا باب 5 میگه محبت خداست که ما رو قادر میسازه احکام او رو انجام بدیم. احکامی که گران نیست، یعنی سنگین نیست. و عیسی مسیح خداوند هرگز مثل اون کارگردانی نبود که بخواد فیلمای خیلی رومانتیک، آرام بخش، شاد، هیجان انگیز مثل اون کارگردانی باشه که بخواد این فیلم ها رو بسازه تا تماشاگران رو جذب کنه. عزیزان مثل اون کارگردانی نبود که فقط روی نقش های مثبت و راحت و شاد تاکید کنه که طرفدار جمع کنه. در لوقا باب 14 آیه 25 میگه جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکردن و عیسی رو به ایشان کرد و گفت هر که پدر و مادر خود را، خواهر و برادر خود را، زن و فرزند خود را، حتی جان خود را از من بیشتر دوست داشته باشد یا خوار نشمرد، اصلا لایق نیست که منو پیروی کنه، شاگرد من باشه. شاید امروز برداشت ما از صلیب یا برداشت شما از صلیب یک حالت شاعرانه و تزئینی باشه که روی یقه لباسی موقع من میزنم یا روی دیوار تو تابلو باشه، ولی اونهایی که در قرن اول زندگی میکردن خوب میدونستن که معنی صلیب یعنی نمایانگر مرگ و شکست به شنیترین شکل ممکن. امروز وقتی شرکت ها رو نگاه میکنیم، سازمان ها رو نگاه میکنیم، حتی بعضی از کلیسه ها رو نگاه میکنیم، از علامت ها و سمبول های انحصاری برای جلب نظر افراد استفاده میکنن. عزیزان ولی برعکس، عیسی از پسترین سمبول، از پسترین سمبول زمان خودش برای پیروی از خودش استفاده کرد. اگر میخواهی منو پیروی کنی، صلیب رو باید حمل کنی. یعنی بریدن از همه چیز، همه کس. یعنی از دست دادن‌های مکرر. چرا عزیزان عیسی این بها رو تعیین میکنه؟ آیا خدای محبت قصد آزار و اذیت ما رو داره؟ ما انسانهایی که دو روز عمرمون قربونش برم. کلام میگه مثل گل و گیاه هستیم. امروز هستیم و فردا نیستیم. تازه خدا میگه سرشت ما رو میدونه که چقدر زود گذره. چرا یه همچی بهایی تعیین میکنه؟ آیا میخواد اذیت کنه عزیزان ما رو؟ مثل خدایانی که غضبش انسانها رو میگرفت؟ هاشا عزیزان، هاشا. چون عزیزان به دلیل اینکه هر فضیلت روحانی، هر آزادی،
هر خوشی حقیقی، هر زندگی که بر بستر و فضای حقیقت جون گرفته، داره جون میگیره، فقط و فقط بر بنیاد صلیب نهفته است. برادرمون داریوش گلباقی سرودی میخونه که یکی از سروداشو من خیلی دوست دارم، پر از حقیقته. صلیب جایی از عجیب، پر از درد اما شفا، آنجا که لبریز از عشق او فدیه شد بهر ما. صلیب جایی است عجیب، پر از ضعف اما جلال، عزیزان، پر از یأس اما امید، پر از مرگ اما حیات، پر از قوت قیام. ولی متاسفانه خیلی از ما، یا شاید موعظه‌ام میکنیم، بیشتر روی درد و رنج صلیب تکیه میکنیم، نیست؟ ولی صلیب رو وقتی نگاه میکنی عزیزان، در بطنش، در هسته مرکزی صلیب و این دعوت خداوند، یک سرخوشی روحانی وجود داره، یک جلالی وجود داره. وقتی میگه صلیب خودتو بردار و منو پیروی کن، یعنی بگذار شکل بگیری، نیست؟ بگذار مثل اون گل در دست کوزه‌گر باشی تا ببینی، تا خودت ببینی از توی کلبه خرابه چه قصری خواهم ساخت. و تازه این طرح الهی شکل دادن این نبود که یهویی در عهد جدید بیرون بیاد، در درون خود خدا طراحی شده. عزیزان، وقتی در صبح پیدایش جهان پر از هرج و مرج و توهی و نمیدونم به هم ریختگی بود، خدا بود که به وسیله روحش که بر همه جا حرکت میکرد جهان به هم ریخته رو شکل داد، نیست؟ اونجا خداوند هر روز که شکل میداد، هر روز که بی‌نظمی رو نظم میداد، هر روز که توهی بودن رو پر میکرد، هر روز که تاریکی رو به نور تبدیل میکرد، میگه پر از شعف میشد، پر از شادی میشد. خدا دید که نیکوست، نیست؟ عزیزان، من وقتی اینو میخونم انگار که میگم آخ، خدا داره میگه لای قربون خودم برم، چی ساختم؟ چون در ماهیت تبدیل و شکلگیری از اون یه شادی و شعف خاصی نهفته است. فکرشو بکن، یه صفت منفی داری، همه ما داریم، بعد از مدتی که خودتو میسپاری میبینی این نسرینی که برو کینه و حسود و بدخواهی و هزار تا مشکل داشت الان عوض شده، اصلا خودتو انگار نمیشناسی. این شادی نمیاره؟ این شعف حقیقی نمیاره؟ در عبرانیان هم باب 12 داره اشاره میکنه، باب 12 آیه 2 میگه عیسی به خاطر اون خوشی که پیش رو داشت، اون شادی که پیش رو داشت، صلیب رو متحمل شد و ننگ او رو، بی حرمتی او رو خوار شمرد. از این یه خوشی توشه، نیست؟ ما همگی زندان این نفسیم، هممون، و تنها و تنها صلیبه که میتونه ما رو آزاد و رها بکنه تا با خداوند یک بشیم، تا لبریز از خوشی و شعف خداوند بشیم، از او به ما سرازیر بشه. وقتی ما تولد تازه داریم، انگار در این رقص محبت و خوشی تسلیث پدر پسر روح القدس داخل شدیم، یه حیات حقیقی رو تجربه میکنیم که محصول آزادی نفس از قفسه، از قفس جسمه. عزیزان، صلیب یک دعوتنامه است برای مرگ طبیعت کهنه که ثمره اون خوشی جلاله. نمیدونم کدومتون تجربه کرد، صلیب یک نوع دعوتنامه است برای چشیدن قوت قیام، که بدون صلیب، بدون این دعوتنامه، هرگز هیچ انسانی در این دنیا نمیتونه تجربه کنه. صلیب یک نوع دعوتنامه است برای تجربه امید در ناامیدی، برای تجربه جلال در ضعف‌های خوده، برای تجربه زیستن در اون حیات حقیقی که عیسی است، در او یافت فقط میشه.
ولی دریغا، واقعا دریغا که ما راه رفتن در یک جاده فراخ و وسیع رو که مخالف روح شاگردیه بسیار بیشتر دوست داریم. متا باب 7 آیه 13 خداوند می‌فرماید زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می‌شود و داخل شدگان آن چه بسیارن. نگفته چند نفرن، نگفته تعدادین، متاسفانه چه بسیارن، چون این راه فراخ موافق نفسه. اما تنگ از آن در و سخت از آن راه که به حیات، به جلال، به شادی حقیقی، به اون زندگی که در حقیقت راستین بنیاد شده منتهی میشه و یابندگان آن حقیقتاً چقدر کمه. بسیاری به سوی تباهی در حرکت هستن چون زندگی اونا بر بنیاد صلیب بنا نشده. در متا باب 7 آیه 25 خداوند ما می‌فرماید پس هر کس سخنان مرا بشنود و آن را به جا آورد او را به مرد و زنی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرده. باران، سیلاب ها، باد ها زورآور میشه ولی اون خانه خراب نمیشه. چرا؟ زیرا بر سنگ بنا شده. عزیزان وقتی اینو می خونی یک حس شادی، یک حس امنیت عجیب به تو دست نمیده. خدا وکیلی وقتی تعمق میکنی، مخصوصا در این زمانهایی که سیلاب ها بات ها بات ها نمیتونم باران های سیلاسا داره جهان نیکوی خدا رو واژگون میکنه، میگه دنیا در شریر خابیده، هر روز یه بدی داره میاد، ولی میگه کسی که داناست کلام او رو میشنوه و بی جا میاره، تکون تکون نمیخوره، دنیا متلاشی بشه، خونه زندگی او روی سنگه. اما عزیزان هر که بشنود و به جا آورد، آمین. مثالی رو براتون بگم عزیزان، فرض کنید، تصور کنید پاستور رو من میخواییم بریم یه مسافرت، یک ماه میخواییم بریم تعطیلات، آمین. بعد میگیم یه زوج معتمد پیدا کنیم خونمونو بهش بسپاریم. بعد پیدا میکنیم، بعد این زوجو میاریم میگیم ببین یک ماه که اینجا هستی از اون سگ نداشته ایمو مراقبت کن. میگه اوکی. میگه که میگیم بهش گلها رو آب بدی یادت نره. بعد شبم که میخوای بخوابی شیر اصلی رو قطع کن چون شیر چکه میکنه، اگه نبندی آب خونه رو برمیداره. بعد وقتی هم شب که میخوایم بخوابی قبلش زباله ها یادتون نره، بذارین سر کوچه، وگه نه خونه رو بو برمیداره چون خونمون خیلی کوچیکه. بعد یه دفترچه هم میدیم دستش، میگیم تازه خیلی چیزای دیگه اینجا نوشته، هر چی که لازم دارین که سرگردون نشین. اونا هم میگن خیالتون راحت، فقط برین خوش بگذرونین. بعد از یک ماه ما هم با خیال راحت بر میگردیم، هنوز یه متری خونه رسیم، میبینیم بوگین داره خونه میزنه بیرون. میریم تو خونه میبینیم آب خونه رو برداشته، گلا همه پژمرده، سگ بیچاره داره لنگ میزنه. اما اون زن و شوهر با شادی میدون جلو، میگم مرسی، واقعا مرسی پاستور آلبرت، خواهر نسرین، این دفترچه که دادی چقدر عالی بود، چه اطلاعات عالی توش نوشته. تو هر شب اینو میخوندیم، نگاه کنی هایلایت میکردیم، زیرش خط میکشتیم، بعضی چیزاش انقدر مهم بود، ستاره میذاشتیم. هر که کلام مرا بشنود و به جا آورد، آمین.
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا به جا آورد. عیسی مسیح خداوند در لوقا باب 9 آیه 57 سه تا شخص رو به ما معرفی میکنه که این موقع ها احتمالاً شاید خودمون رو در رو ببینیم. در آیه 57 میگه در راه شخصی به عیسی گفت هر جا بری تو رو پیروی میکنم. عیسی گفت روباهان لانه ها دارن، پرنده ها آشیانه ها، اما پسر انسان رو هیچ جایی نداره که سرشو بذاره. این شخص خیلی خوب حرف میزد عزیزان. هر مکانی که بری من دنبالت هم، هر جایی که باشه، هر خدمتی، از در منو بندازی بیرون از دیوار میام تو. و عیسی میگه برای اطلاع تو، جهت اطلاع تو عزیز جان، من در هیچ هتلی ساکن نیستم. بدون مال و منالم، بدون خونم. پیروی از من یعنی از دست دادن‌های بی پایان، نه فقط به دست بیاری. خیلی موقع‌ها حتی نان ماهی هم ندارم که به تو بدم. و عیسی به شخص دیگه میگه مرا پیروی کن. و او پاسخ داد سرورم، نخست رخصت بده تا بروم و پدر خود را به خاک بسپارم. عیسی به او گفت بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارن، تو برو و به پادشاهی خدا موعظه کن. به بیانی این مردگان روحانی هن که به امورات روحانی، امورات فانی دنیا خیلی خوب میپردازن. کسانی که به لحاظ روحانی زنده هستن، این افراد برای شاگردی خوانده شدن. عیسی به زبانی میگه پادشاهی من، ملکوت من در فوریت و اولویت قرار داره. اگه من اونجا بودم گفتم قرون شکله چقدر سخت میگیری، آخه بیچاره پدرشو میخواد بره خاک کنه نیست؟ تازه فرمان پنجم یادت رفت؟ عیسی جان قربونت برم، تو که ریشه یهود هستی، اونجا نوشته هر کی پدر مادر خود رو احترام نذاره چه بلاهایی سرش میاد، بذار بره پدرشو دفن کنه. ولی عیسی از اونجایی که دل انسان رو خلق کرده بود میدونست این شخص داره چی میگه. این شخص در واقع میگفت وقتی پدرم رو دفن کردم، وقتی دفن میکنه سهم میگیره دیگه، ارثم رو گرفتم، وقتی آیندم تضمین شد بعد تو رو پیروی میکنم. وقتی پاس گرفتم، وقتی خونه گرفتم، وقتی کلاس زبانم به آنز و به سوای و اینا تموم شد، عیسی تو رو پیروی میکنه. ولی الان زمانش نیست قربونه، میدونی باید ازدواج کنم، به زندگیم برسم، سرم خیلی شلوغه، بعد تو رو پیروی میکنم. و یکی دیگه میگه سرورم تو رو پیروی خواهم کرد، اما نخست رخصت ده تا برگردم بازگردم و اهل خانه خود رو ودا گویم. عیسی در پاسخ گفت کسی که دست به شوخ زدن ببره و به عقب خودش نگاه کنه شایسته پادشاهی خدا نیست. عیسی چرا اینو میگفت؟ فقط میخواست بره خداحافظی کنه طفلک. ولی عیسی دل این مرد رو میدید که شدیداً به خانواده خودش وابسته است. عیسی رو میخواد پیروی کنه ولی میونه دو لنگه گیر کرده نیست؟ به زبانی تو رو پیروی میکنم خداوند، اما نه با تمام دل، با دلی منقسم شده. عزیزان روح القدس سعی میکنه در این ساعتهای آخر، ساعتهایی که به قول ریکواره میگه مانند اون تست نهاییه پیش از اجرای یک نمایش بزرگ، زندگی های ما مثل یه تمرین نهاییه پیش از اینکه روی صحنه بره، صحنه اصلی بره، جلوی خداوند در نور نیست؟ روح القدس داره سعی میکنه ما رو بیدار کنه و ما مدام صدای زنگ رو خاموش میکنیم.
و میگیم یه زمان دیگه، الان وقتش نیست. و اگه تو متوجه نشی، نه تنها به خواب میری، بلکه با اینکه نجات رو داری، مثل اون باکره های نادون پشت در خواهی ماند. و اگر ما خادمین هم خدایی نکرده موضوعات مردم پسند و دلنشین رو که دارای نفع زود گذره و مشتری جمع کنه بخوایم صحبت کنیم، یعنی فیض بدون انکار نفس و اینکه مردم ناراحت نشن، جذب بشن، نیست؟ از شاگردی صحبت کنیم بدون جوابگویی، بدون شکلگیری، و محبت بدون راستی رو به خورد افراد بدیم. عزیزان، داریم مثل یک فروشنده متملق عیسای گرانبها رو بی بها میفروشیم، نیست؟ فقط برای اینکه مشتری جمع کنیم. اما عیسی شاگرد حقیقی میخواد، شلوزاس. و به جرأت بگم عزیزان، هر کدوم از ما بدون هیچ نوع ظرفیت سنی، بدون هیچ نوع نمیدونم جایگاه و سمت، الان 40 سال ایمان داره، 30 سال ایمان داره، 1 سال ایمان داره، نیاز داریم عزیزان با دلی پذیرا و شکرگزار نه فقط خودمونو به خدا و کلام بسپاریم، بلکه به دست یه مسئول روحانی که 2 تا پیرهن از ما بیشتر پاره کرده برای شکلگیری، چون این در طرح الهی خداست برای زندگی در مسیح، و هیچ راه میانبری وجود نداره. و اگه تو خودتو نسپاری در راه‌های فراخ این دنیا گم میشی، در کلیسا گم میشی، برادر ادوین عزیز گفت، نیست؟ تبدیل به انسانی میشی که بدون چشتاش هرگز نمیتونه عیسی رو و کلیسا رو دوست داشته باشه و پیروی کنه. امروز سوال مهمی نیست که تو در کلیسا هر از گاهی چه خدمتی میکنی، بلکه سوال اینه تو داری تبدیل به چی میشی؟ آمین عزیزان؟ چه اتفاقی داره برای تو میفته؟ نیست؟ داری پسرفت میکنی؟ داری پیشرفت میکنی؟ کجا گم شدی؟ کجا فریب خوردی؟ اینو یقین داشته باش خواهر و برادر عزیز من، تو بدون سرسپردگی به مسیح، بدون پاسخگویی به یه مسئول روحانی، با جرأت تموم میگم تو گم شده بیش نیستی. بدون روح شاگردی، بدون صلیب، دعاهای ما دعا شاید بکنیم ولی سست و بیروحه، انگار به در بسته میخوره. بدون صلیب عزیزان، تک تک ما چقدر زود رنجیم، چقدر میان توهیم، چقدر ناموتیم، چقدر خود دلسوزیم، هرگز قدرت ساده ترین اطاعتها رو نداریم بدون صلیب. ذاتی میشیم که بدون صلیب پست و پستر میشه، ذاتی میشیم که بدون صلیب هر روز شکننده تر میشیم، مثل اون شیشه که هر کس با یه سنگ ریزه میتونه بزنه بشکنه خوردش کنه. اما آن در تنگ و باریک عزیزان، دریه که به سوی شادی، شادی حقیقی و بنیادی محکم در مسیح بنا شده. و چه مبارکن افرادی که گوش دارن. ما خیلی چیزها رو گوش میدیم عزیزان، ولی بعضی چیزها رو میشنویم. چه مبارک هستن آنهایی که گوشهای روحانیشون میشنوه و خودشون رو میسپرن و اجازه میدن قبل از مرگ بمیرن تا حیات حقیقی رو تجربه کنن. برای همین عزیزان، عیسی مسیح خدا و با اینکه همه ما رو بدون هیچ تبعیضی عاشقانه دوست داره عزیزان، محبت او، پولس میگه کیست که ما رو از محبت او جدا کنه؟ هیچ چیزی، هیچ اشتباهی، هیچ خلقتی. ولی این خدای محبت همواره
دو گروه از هم جدا میکرد، مرد دانا و مرد نادان، باکره‌های دانا و باکره‌های نادان، اصحاب دست راست و اصحاب دست چپ، غلام نیک متدین، غلام شریر بیکاره، شاگردان محبوب و شاگردان معمولی، حکیمان، جاهلان، سازشکاران و غیوران برای خداوند. و خط باریک تفاوت این دو گروه فقط در اون مسیر تنگ و باریک صلیبه و یا راه فراخ نفس، تمام در این خلاصه میشه. من هرگز نمیگم که اعمال ما باعث نجات ما میشه عزیزان، ولی اعمال ما نحوه زندگی ما رو به بهترین نحوی نشون میده. اطاعت تو و بهایی که با خوشنودی میپردازی نشون میده چقدر از آن عیسی هستی. راه صلیب عزیزان نه تنها تو رو با خدا در اتحاد قرار میده، بلکه تو رو به شاگرد حقیقت نیست، شاگردی که در یک بستر حقیقت، برای حقیقت که خود خداوند حقیقت و راستیه، از جان خودت میگذری ولی نمیذاری حقیقت زیر فرش بره، شاگرد حقیقت تبدیل میکنه و تو در نهایت اون شادی، آزادی که دنبالشی تو این دنیا نیست، که با یه هلپوکی از بین میره، اون شادی، اون آزادی، اون سلامتی روحانی که فیض اوست عزیزان، فقط فیض اوست، تجربه میکنی. کلام خدا میگه اگر با او مردی با او هم زندگی خواهی کرد. نه این زندگی ای زنده ام، زندگی خواهی کرد. اگر زحمات او رو شریک هستی در جلال و شادی صلیب هم سهیم خواهی بود. سرهای خودمون رو خم کنیم عزیزان، کوتاه دعا میکنیم. ای خداوند، ای خداوند، ای خداوند، تو امروز هم بر حسب فیض و محبت خود سخن گفتی، چون عاشق کلیساتی ای خداوند. تو امروز هم با باکره های دانا، با شاگردان محبوبت، با غلامان و خادمین نیک متدینت، با عزیزانی که در حکمت تو دارن زندگی میکنن تو سخن گفتی خداوند. دعا میکنم کسایی که شنیدن، کسایی که شاید باید یک کمی جذب کنن، یک کمی باید بیشتر بشنون، کسانی که خودشون رو ضعیف میبینن، دوست دارن، عاشق اینن که همین الان به تو بله بگن، شاگرد تو بشن. ای خداوند، تو این افرادم میبینی، تو خدایی هستی. چشیدم اینو خداوند، به وفور اینو چشیدم که حتی به انگیزه های ما مثل اون کارفرمای نیکو بیشتر لیاقتمون پاداش میدی، حتی به انگیزه های ما. تو این انگیزه ها رو هم میبینی، اون آهی که میگه منم میخوام، واقعا اون تبدیل و شکلگیری و روحی شاگردی رو منم میخوام، منم میخوام، ولی حس نمی کنم که قدرتشو دارم. دعا میکنم روح القدس از کنار ما عبور کنی خداوند، قلبی به ما بدی، به خصوص در این سفره برکت، در این آیین مقدس، که حیاتی رو تجربه کنیم که سراسر مردن باشه، جلال و شادی رو تجربه کنیم خداوند، که فقط در کلمات نمی گنجه، خود شخص باید تجربه کنه، که سراسر سرسپردگی و تسلیمه. روح قدوس الهی از تو تقاضا می کنم که در نام عیسی مسیح کلیسات رو لمس کنی خداوند، و محبتت خداوند کنار ما عبور کنی و اون قلب‌های، جاهایی که سخت شده، جاهایی که تو دنیا رفته، جاهایی که خداوند در راه‌های فراخ و وسیع تردد کرده، مانور داده خداوند و کم کم سخت و سخت‌تر شده، جاهایی که خداوند فریب خورده، خداوند تو خداوند
لمس کن با محبتت، تو دوباره دلی پذیرا و مشتاق خداوند عزیزان داشته باشن، دلی پاک. خداوند تو فقط میتونی این کارو بکنی، فقط دست تو برمیاد روح القدس. پس تقاضا میکنم که در نام عیسی مسیح تک تک ما رو قوتی ببخشی، قوتی که اون قدرت اجرایی که در ما از طریق روح القدس بشناسیم، با او انس بگیریم و این قدرت، اون روح شاگردی و اون روحی که اون باعث میشه شادی و جلال صلیب رو نه فقط به اون قسمت نامطلوبش نگاه کنیم، بلکه به اون خوشی که پیش رو داریم مثل عیسی نگاه کنیم. شکرت میکنم که میدونم، ایمان دارم خداوند، کلام تو به زمین نخواهد افتاد و به مقصد میشه تا برای آن کاری که تو میکنی، آن هدفی که تو میخوای به انجام برسه. چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم و کلیسای عزیزمون رو به دستای تو میسپارم. آمین و آمین.